آقای خطیبلو هستم، پرزیدنت نیپاک. خیلی خوشحالم امروز در خدمت دکتر یحیای تابش از اساتید برجسته ریاضیات، ایشون از دانشگاه بازنشسته شدن از دانشگاه شریف تهران و حالا به عنوان پژوهشگر و استاد مدعو یا فلو در دانشگاه استنفورد کالیفرنیا فعالیت میکنند. دکتر جان خوش آمدید. خب منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه دوستان. خیلی خوشحالم فرصتی هستش که با شما گفتگو کنم. دکتر جان شما در بهترینای ایران و امریکا حوزه‌های دانشگاهی بودید. چه تفاوت‌هایی می‌بینید؟ چه چیزایی هست که شاید ما در ایران بتونیم بیشتر بهش توجه کنیم؟ و چیزایی که شاید اینجا بتونن نتیجه بهتر بگیرن، وقتی مقایسه میکنید چه چیز عمده‌ای شما در این دوتا نظامو که مقایسه میکنید میبینید که با هم تفاوت دارن؟ بله خیلی سوال خوبیه و برای ما راهگشاست. خب ببین تو در ایران دانشگاه‌های ما نسبت به اینجا که ببینی هنوز خیلی عمری نداره. ما کمتر از حدود 70 80 سال دانشگاه‌های جدید داریم، یعنی در سالهای 1300 به بعد که یه موج صنعتی شدن جدید در ایران شروع شد، خب دانشگاه تهران تأسیس شد، مهندسین شایسته تربیت می شدن اونجا که خب می تونستن کارهایی رو به عنوان کارهای صنعتی و فنی رو دنبال بکنن و شروع بکنن. بعد با گذشت زمان در دهه 1340 که دوباره یه موج صنعتی شدن، توسعه صنعتی در ایران شکل گرفت و مثلا کارخانه ذوب‌آهن اصفهان تأسیس شد، یک موج جدیدی از صنعتی شدن و فعالیت‌های صنعتی نیاز به نیروهای جدیدی داشت که منجر به تأسیس دانشگاه صنعتی شریف فعلی شد و تربیت مهندسین وارد یک مرحله جدیدی شد و خیلی از مهندس‌ها در رشته‌های مختلفی تونستن به کارهای خلاقانه و طراحی مهندسی بردازن. مثلا در زمینه مهندسی ساختمان می‌بینیم که ما از این که فقط پیمانکارهای خارجی می‌مدن اینجا طرح اجرا می‌کردن، رسیدیم به اینجا که پیمانکارهای ایرانی الان خودشون در خارج از کشور در زمینه سد و راه و پل و غیره خیلی فعالن و خیلی کارهای اساسی میتونن انجام بدن. ولی در همه این زمینه‌ها اینجور نبوده است. ولی مثلا در دانشگاه صنعتی شریفی که من هستم، بهترین محصولش خب این دوره فارغ‌التحصیلان دوره کارشناسیشه که بهترین استعدادهای ایران میان اونجا. کارشناسی هم دوره بچلر لیسانس خودمون، بهترین استعدادا میان اونجا و استادا هم خب شایستگی دارن و این درس‌ها رو با کوشش‌های فردیشون میتونن خوب ارائه بکنن و خیلی فارغ‌التحصیلای باسوادی از اونجا بیرون میاد. ولی به دوره تحصیلات تکمیلی یا گریجویت اسکول که میرن، خب احتیاج به یه مقدار دیگه با اون فقط درس خوندن و اینا نیست که بایستی کار رو برد جلو. احتیاج هست که با صنعت ارتباط داشته باشن، احتیاج به ارتباطهای جهانی وجود داره. یه خورده ما اونجاها به اصطلاح اونجور که باید و شاید امکاناتمون کافی نیست. در مقابل توی استنفورد که حالا من نگاه میکنم که این تحول اقتصاد صنعتی، یه روزی هم اینجا هم غالب اقتصاد صنعت بوده مثلا همون دهه 1960 و یه وقت، بعد کم کم به اقتصاد مثلا فناوری های جدید تبدیل شده، فناوری های نو، انفورمیشن تکنولوژی، بایوتکنولوژی، و در اینجاها نوآوریه که خیلی اهمیت پیدا میکنه و در واقع میشه بگیم الان بعد از یک نالج اکانومی، اقتصاد دانش بنیان، داریم به سمت یه اقتصاد نوآوری میره جوامع بشری. و این دانشگاه مثل دانشگاه استنفورد به دلایل گوناگونی تو این زمینه بسیار موفق هستش و دلایلش هم به نظر من یکی تفاوت عمده‌ای که من در بین استنفورد و مثلا دانشگاه سن شریف نم، یکی اون تنوع زیادیه که برای تحصیلات دوره مثلا همون لیسانس، دوره کارشناسی برای بچه‌ها فراهم میشه. اینجا به شدت مالتی دیسیپلینری ان، خیلی آزادی دارن که درس‌های متنوع بگیرن و خیلی وقتا نوآوری در تلاقی دیسیپلین‌های مختلفی اتفاق میفته. اینجا اصلا بین استاد و دانشجو در رشته‌های مختلف یک گفتگو و تعامل زیادی وجود داره. این اصلا با خیلی غرور میگن که بین دانشکده پزشکی و دانشکده مثلا مهندسی 5 دقیقه پیاده راست و اینا خیلی با همدیگه میتونن تعامل و گفتگو داشته باشن
که منجر به نوآوری های اساسی میشه. یه فرق عمده دیگه‌ش هم اینه که اینجا به شدت نتیجه گرا هستن، یعنی اینکه هر استاد دانشجو در هر کسی اینجا پژوهشگر هر کسی که داره کار میکنه واقعا باید به طور مرتب نتیجه بخشی کارشو بتونه ببینه، در حالی که تو ایران خب ما به خاطر اینکه اون ارتباط صنعتی گسترده رو نداریم خیلی وقتا توی یک فعالیت تحقیقاتی به عنوان اینکه فقط یه نتیجه قابل انتشاری پیدا میکنه باقی میمونیم، نمیتونیم اینو آثارشو بلافاصله نگاه بکنیم. و تو محیط استنفورد خب یه مقدار فضا این هستش که به خاطر اینکه اون شرکت‌های استارتاپ یا شرکت‌های نوپا از اینجا شروع کردن بیرون اومدن خیلی فضا آماده است که بچه‌ها تربیت میشن برای اینجور نوآوری‌هایی که به شرکت‌های نوپا منجر شده. همین شرکت‌های بزرگ خب خیلی از اینجا برخواستن و درنچه در محیط دانشگاه اون تربیتی که باید نوآوری که به یک نتیجه اساسی برسه، مثلا یه شرکت از توش در بیاد و اون شرکت بتونه رشد بکنه، اینا تربیت میشن، درس‌های متنوعی در این زمینه‌ها ارائه میشه. این هم یه نکته مهمی هستش که اینجا وجود داره. بسیار بسیار جمع‌بندی خوبی کردیم، برای اینکه واقعا الان دوران تکنولوژی نوآوری رول خیلی مهمی رو بازی میکنه و توصیه شما اینه که یه دقیقه تجربتون هم که دیدین که این مسئله مالتی دیسیپلینری بودن و ریزالت اورینتد بودن که شما روی نتیجه برید و چیز تازه رو سر، یعنی هدف فقط چهار تا فرمول نباشه، هدف به وجود آوردن معلومات جدید که قابل کاربرد داشته باشه و بتونین اندازه بگیرین و توصیه بکنین. بسیار خوب. حالا شما ببینم برای در ضمنم این وسط شما رول استارتاپ ها رو خیلی چیز کردید، به اصطلاح خطش زیرش هم یه خط کشیدین که چقدر اونام رولش مهمه که از دانشگاه بیاد با دانشجو و دانشجو هم بعد همین با استارتاپ بزرگ بشه و بره. اینو بخوایم جمع بکنیم که آیا بیش از این داریم ما که، یعنی برای اینکه ما پیشرفت بیشتری بکنیم نه فقط در ایران، جهانی شما داریم صحبت میکنیم، پیشرفت بیشتری بکنیم بعد روی نوآوری بیشتر تاکید بکنیم و چیز دیگه شما میتونید به این اضافه بکنید که توصیه‌ای باشه همگانی برای تمام دوستان، البته فارسی زبان ها میشه در اینجا. من فکر کنم همین توجهی که شما کردین و بیان کردین خیلی درسته، یعنی من میتونم بگم که ما الان وارد عصر اقتصاد نوآوری هستیم، innovation economy داره میاد و اینویشن هایی که یه جور دیسراپتیو دیگرگون کننده است میبینیم در اینجا خیلی سالها این اتفاق ها افتاده و خوشبختانه در داخل ایران و همه جای دنیا این موج به اصطلاح توجه به شرکت های استارتاپ خیلی داره مورد توجه قرار میگیره. تو کشور ما هم خوشبختانه این چند سالی این موضوع خیلی مورد توجه جوان ها هستش و من فکر کنم اگر فرصت هایی مثلا پروژه کار کردن و در دوره همون لیسانس دوره کارشناسی بیشتر تقویت کنیم یا درسایی که کمک کنه که بچه‌ها اینجور با ادبیات نوآوری و چگونه باید کارهای نوآورانه انجام داد، چگونه مثلا رفت جلو یه ایده ای زد نترسید اگر اشکال داشت برگردیم خرابش کنیم درستش کنیم، این تجربه ها رو باید پیدا بکنن، با این نمونه ها آشنا بشن، حتما میتونه کمک کنه. در همه جای دنیا هم همین هستش که ما بتونیم فضایی درست بکنیم که یه جور این نوآوری و حالا خب این به اصطلاح کار نوآوری انجام دادن، نوآوری تو خلا اتفاق نمیفته، یه فراینده، باید اون فرایندش رو یاد گرفت. این یه نکته مهمیه دیگه، یعنی یه چیز اتفاقی نیست. درسته که مثلا یه کار نوآورانه میخوایم انجام بدیم بالاخره باید یه جرقه‌ای به فکر یکی بیاد یه ایده خوبی بزنه، ولی این باید در یه فرایند به اینجا می، در یک پروسس به اینجا میرسیم، توی خلا اتفاق نمیفته، باید یه زمینه‌ای رو شناخت، اون احتیاج رو پیدا کرد، مسئله های پنهان و نیاز های پنهان و اون آدمایی که نوآوری میکنن یه نیاز پنهان رو پیدا میکنن، فرصت نوآوری اونجاست که می‌بینیم یه نیازی وجود داره و تکنولوژی رو میشه توسعه داد که اون نیاز رو پاسخ بده. و بعد خب وقتی که اون کار نوآورانه رو می‌خوای انجام بدی باید اول
مسئله رو پیدا کنی، بعد باید یه ایده‌ای بزنی جوابت چیه، و هرچی ایده بیشتر داشته باشی بهتر میتونی جواب رو پیدا بکنی. بعد بایستی، الان میگن دوران نمونه سازی سریع، رپید پروتوتایپینگ، این بله. یعنی باید یه نمونه سریع ساخت، فوراً بازخورد گرفت از مصرف کننده و بازار. اگه خوب بود ادامه بدیم، اگه اشکال داشت برگردیم دوباره درستش کنیم بریم جلو. خب اینا احتیاج به، درسته که چیزای شاید ساده‌ایه، ولی این فرایند تفکر طراحی، دیزاین تینکینگ و تفکر نوآورانه رو خوبه که باهاش با توی پروژه‌های مختلف در دسترس بتونیم آشنا بشیم و اقتصاد نوآوری رو بهش پروبال بدیم. بسیار 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 نکات جالبی بود جناب دکتر تابش. خیلی خیلی من از شما ممنون هستم که مسائل بزرگ رو تونستین خیلی ساده جمعش بکنین و یه نگرش تازه بدیم که به تحصیلات خودمون و بچه هامون و دور بریامون. خیلی متشکر و ممنون هستم. متشکرم، منم خوشحال شدم در خدمتتون. به امید Bom, então.